الحمد لله الحمد لله. همه یک سونی شدن در همین برنامه ده ها نفر صد ها نفر. سلام بر شما خانومه. اگه اجازه بدین اسمم نگم اشکال نداره، بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت بودفکن تاریخ معاصر و پدر گرامی ما آقای دکتر ملازاده. سلامت باشید، لطف دارید. من 22 سالمه و 4 ساله که به لطف خدا مذهب دروغین تشیع رو کنار گذاشتم. الله اکبر الله اکبر. زنده باشی. و نمیدونم چه کار خوبی انجام داده بودم که پیش خدا لایق این هدایت بودم، ولی خدا رو سر روزا مرتب شکر میکنم و خوشحالم که الان به جای زیارت عاشورا و دعای توسل قرآن رو ختم میکنم. الله اکبر. زنده باشیم. و روزی چند صفحه از قرآن رو با معنی میخونم. از همسرم خیلی تشکر میکنم که در کمال صبر کامل به تمامی سوالات من پاسخ داد و منو کمک کرد. زنده باشید. دوستان برای خانوادم دعا کنیم، دوست میکنیم که اونا هم راه درست رو انتخاب کنن. خداوند شما را سرمنشای هدایت اونها و خیشانتون قرار بده. نه شرک رفتی به این گنبد نداره. شرک مدد خواهی از غیر خود. خود گنبد درست کردن که شرک نیست که. یه بدعت کوچیکیه. دقت بکنی. اما شرک مدد خواستن از غیر خداست. مشکل اینجاست. اینو باید در قلبها درست کرد. اینو فکرها رو باید درست کرد. یعنی چه گنبد باشه چه نباشه. مادامی که قلبها ایمان مسلمانان درست نباشه، خود از غیر خدا کمک میطلبن. چرا؟ چون خدا رو خدا رو فراموش میکنه، چون احتمالاً نشناختنش. اگه کسی اسماء خدا رو بشناسه، صفات خدا رو بشناسه، به سراغ دیگری نمیره خود به خود. ولی چون عقیده اسلامی در میان مسلمانان ناشناخته، یک ارثی بردن، مثل مسیحیان که دین ارث بردن، مثل یهودیان که دین ارث بردن، مسلمانان هم الان دین ارث بردن، همینجوری ارثی. دقیقاً به این خاطره که شرک میورزن. کاملا با این حرف شما دقیقا قبول دارم حرفتون رو. اما من الان تو کشور ایران دارم زندگی میکنم، کلیه کسانی که در اطراف من هستن شاید ذهناشون کاملا بسته شده در این زمینه که نباید غیر از خدا، یعنی غیر از خدا از کسی دیگه چیزی خواست. یعنی در کلیه ائمه ما و بزرگان ما از غیر از خدا از کسی دیگه چیزی نخواستن. آفرین. اما من شاید این صحبت رو برای خیلی ها صحبت میکنم، منظورم اینه که هیچ یک از ائمه ما ننشستن و دست به توسل برداشته باشن و گفته باشن چون ما نوادگان پیغمبر هستیم، خدا جای ما که تو بهشت دیگه، ما بشینیم و دست به توسل داشته باشیم. نخه. کلیه ائمه ما جونشون رو گذاشتن، فرزندانشون در راه اسلام فدا کردن. اما شیعیان من خودم نه، ولی شیعیان اسم شیعه رو دارن با این کارهای امروز خودشون خراب میکنن. شیعه واقعی کسی هست که باید پیرو باشه، کسی باشه که باید در مقابل برای دینش، اسلامش، برای مذهبش جانفشانی کنه، نه اینکه یک جا بشینه دست به توسل ببره، دست قبر پرستی ببره. خب این دکانی که آخوند باز کرده، نه مشکل اینجاست. یعنی آخوند اومده ائمه بزرگوار اسلامو به ذات تجاره خب قرار داده، باش تجارت میکنه، از اون سرمایه گذاری میکنه برای دنیای خودش، سوء استفاده میکنه برای دنیای خودش. مشکل اینجاست. همین بازی در مسیحیت شد، قرون وسطای مسیحیت ایجاد کرد. همین بازی در تشیع شده، الان قرون وسطای تشیع رو ایجاد کرده. مشکل اینجاست. الان باور کنید، همونطور که شما میفرمایید 90% مردم ایران و جوانان ایران رو اگه همجوری باش مخاطب قرار بدین، حرف شما رو میزنن. همین حرف زیبا و توحیدی شما رو میزنن. لیکن مانع کیه؟ مانع آخوندان. چون آخوند سود داره.
آخوند در امام فروشی سود داره، نفع مادی داره. شما میدونید که هم شاه و هم شیخ از امام رضا حقوق میگیرن. این حقوق از کجاست؟ از پول بیچاره مردم بیچاره. مشکل اینه کاملا دارید توی الان جامعه امروزی ما این حرفا که شما الان میزنید کاملا هست، اما بعضی خیلی مثلا در اکثر شیعه ما کسانی هستن که پیرو به ائمه هستن و فقط یک تا پرستی میکنن، اما اکثر این شیعه ندونسته دارن، بعضی اون شیعه دارن توسل میجویم به نام توسل، اینها نمیدونن که ائمه از اینا ناراضیه، ندونسته شاید اینا فکر میکنن خوشحالم، من با خیلی صحبت میکنم میگن خوشحالم که توسل میجویم به ائمه نمیدونن که در باطن نمیدونن که ائمه شاید اون ناراحته به اینا، یعنی شاید به این شیعیان داره ائمه ما اومدن جانشون رو فدا کردن و به ما شیعان راه رفتن یاد دادن، اما ما هنوز داریم بزرگشون هی دست اینا رو داریم میگیریم میگیم ما راه ببرید راه ببرید، اینا از دست ما واقعا ناراحتن. درست حرفتون کاملا درست. حالا من این خواهش میکنم برنامه شما خدا ان شاء الله بهتون صبر بده، خدا ان شاء الله همیشه کارتون موفق باشه. خب ختام مسکمون این برادر شیعه موحد ماست که شرکیات و بدعت هایی را که مردم شیعه یا اون بعضی از مردم شیعه انجام میدن قبول نداره و دین هم همینه، توحید هم همینه و ائمه اهل بیت همشون تابع قرآن و سنت بودن و هیچ کدوم از این شرکیات که نداشتن بلکه مثل خود پیغمبر باش مبارزه میکردن. شبکه جهانی رسانه فارسی بفرمایید، شما ار است. سلام به شما، بفرمایید. خدمت استاد خالدان سلام عرض میکنم. بعد از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم، واقعا برنامه‌تون خیلی خوبه، واقعا روشنگری میکنید. بعد خواستم بگم واقعا استادین شبقه نه که نگاه میکنی همش از حضرت علی و همه دیگه همه امور دست حضرت علی امام رو نمیدونم اعنی، یعنی دیگه واقعا اصلا خدا رو فراموش کرده. کدوم شبکه ها؟ شبکه ولایت به قول شما زلالت، شبکه زلالت بله درست دیگه، همه امور دیگه به دست امر. واقعا من اصلا نگاه میکنم اصلا هیچ اسم از خدا خوده نمیشه، همت اعنی حضرت علی امام حسین امام زمان واقعا نمیدونم. نه نبستی تعجب بکنیم، چون صفات همه مشرکین اینه که خدا رو میپرستن گاهی اوقاتی، خدا هم ذکر میکنن ولی اصل قضیه غیر خداست، اصل قضیه غیره. یعنی مثلا در فرهنگ تشیع، در جامعه تشیع میگن خدای شکر، خدا نگهدارت، هست اگه این نباشه که دیگه واقعی لا. البته عکس اصل قضیه باب الهوایج عرض کردم، ابوالفضل ها یا ابوالفضل یا پنجتن یا مهدی، یعنی در حالت ضروری غیر خداست. دیگه تو همه کارهایی که مربوط به الله میشه غیر الله رو میخونن، واقعا آدم اصلا نمیدونه. با مخالفت صریح با آیه های قرآن اصلا واقعا آدم، یعنی واقعا آدم ناراحت میشه اینجوری اینا، یعنی تا این حد گمراهن، تا این حد مثلا خدا رو فراموش کردن. حتی از پیامبر هم مثلا پیامبر هم حتی به اندازه یک هزار ائمه ازشون یاد نمی‌کنن، فقط امام هست پیغمبر که اصلا هیچ، بسیار کم دارد. خیلی تشکر از تماس شما، فرمایشی دیگری داری؟ نه من ازتون تشکر میکنم، خواهش میکنم، خیلی ممنون از برنامه خوبی، خواهش میکنم، خیلی ممنونم، حرفاشون خیلی واقعا آموزنده، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. به خاطر این زنگ زدم برنامه‌تون، من همیشه به برنامه‌تون نگاه می‌کنم، خیلی هم دوست دارم. سلامت خیلی هم حرفاتون برای ما محترمه. سلامت. من خودم شیعه بودم. بعد موقعی که ازدواج کردیم با خانومم رفتیم مشهد و اینا، از این عاشورا و اینا انقدر چیزا دیدیم اونجا، یعنی انقدر شبیه و فلان دیدیم، بعد انقدر دروغ مروغ. الان هم خانومم سنیه شده هم خودم الحمدلله، و قسم اسم بچه همونم بذاریم حضرت عمر، اسمشو بذاریم فاروق، انقدر هم دوستش داریم، تا آخرش هم به پاش می جنگیم و به این شیعه هم فرصت نمی دیم که اصلا و اصلا به حضرت عمر و حضرت ابوبکر توهین کنن. شما هم صحابه رو دارید و هم اهل بیت رو، هر دو رو دوست دارید. بس خوبیش اینه، هر شیعه ای که سنی بشه
قبلا اهل بیت دوست می داشت و دربارشون غلو می کرد ولی یاران پیغمبر دشمن می داشت. الان دو طرف رو کسب کردی، دو طرف رو داری. خودم خیلی هم خوشحال شدم، بازم این بتونم مثل خودم کنم انشاءالله. با امید خدا، خداوند به شما توفیق بده، برنامه ما رو صفا بخشیدی. خواهش میکنم، مرسی قربانتون، سلامت باشید. انشاءالله اگه روزی هم تونستم بیام شما رو ملاقات کنم، انشاءالله بعدا مزاحم میشم، میتونم اگه بیام هر کشوری باشین بازم میتونم از دستای شما میبوسم، از صورت شما مبارک شما میبوسم. استغفرالله، استغفرالله، مرسی، ممنونم، لطف دارین آقای مبارک، قربان شما، خدا رو برادرتم رحمت کنه، سلامت باشید، خدا حفظ شما، 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 خدا حفظ شما. سلام علیکم لندن، بفرمایید. سلامت میکنم. سلام از شما. حالتون خوبه آقا؟ خیلی متشکرم. خدمت عرض کنم با یک دنیا معذرت از اینکه وقتتون رو گرفتم. خواهش میکنم. من والا من از لندن به شما زنگ میزنم. خواهش میکنم. و مدت مدیدیه که برنامه‌های خوب شما رو میبینم. سلام. و باید بگم واقعا ممنون و متشکر از اون همه لطف، محبت و از اینکه ما رو هوشیار میکنی. سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر من سنم بیشتر از 70 ساله دیگه، بقیه‌اشو به شما نمیگم. خدا برکت بده. ولی اوور ایج به قول معروف من در ایران به دنیا اومدم. پدر مادرم خیلی مؤمن و با خدا بودن و ولی شیعه بودن و مطابق اون زمان برنامه‌هایی که میدونید از امام حسین و امام زمان و این برنامه‌ها تا اینی که رژیم عوض شد. بله. رژیم البته خب منم تابعیت می‌کردم چون در ایران بودم و تابعیت می‌کردم از تمام گفته‌های مردم. بله. تا اینی که به هر حال رژیم عوض شد، موقعی که رژیم عوض شد من با همون سن و سال نمی‌دونستم که خمینی حرفایی که می‌زنه حقیقت نداره. به همین جهت من با خانوادم که پشتیبان بودم متاسفانه در اون زمان مخالفت کردم و به همین جهت از همون زمان فامیل من با من یاقی شدن و الانه مثلا میگم خواهر من در سال یه بار مکه میره، کربلا میره، حضرت رضا میره و انتظا و صفره های سنگین میندازه. من مخالفت کردم و میکنم، میگم این خرجایی که شما میکنید شایسته نیست، این همه فقیر فقرا در ایران هستن، شما این پولا رو که گردم مردم رو جمع میکنید داره خودش و همه با جواهرات و این اون میان و تظاهره، کار درستی نیست، این نکن، بده به فقیر فقرا. به همین جهت من میگم تو خارج از دین اسلام رفتار میکنی و درمان واقعی نیستی و خلاصه منو ترک کردن. من به قول معروف به گروه 1001 فامیل هستم ولی الان تنهای تنهای تنها چون منو قبول ندارن و حتی به من گفتن اگر تو بیای ایران ما تو رو ممنوع خروجت میکنیم. من نمیدونم با این فامیل چیکار کنم، چگونه بهشون بفهمونم. من گفته های شما رو با جون دل قبول دارم، تمام حرفاتون با مدرک، همه حرفاتون شایسته. در این سنم باید مدیون شما باشم که چشم گوش ما رو باز میکنید. شبکه جهانی وصال فارسی، بفرمایید. شما آن ایر هست. هلو. سلام بر شما، بفرمایید. هلو. سلام بر شما، بفرمایید. سلام بر شما. خسته نباشید. زنده باشید، بفرمایید. سلام من سالهی هستم از ایران. بفرمایید. مزارتون میشم. سیه هستم، سیه بودم. دختر یه روانی هستم، به طبقه کلمه هم صحبت کردم، الان بیننده ساعتی شما هستم. بعد از این تشکر میکنم به خاطر که وقت میذارید، معلوم رو آگاه میکنید، روشن میکنید. واقعا فکر کن از شما اونا رو از شام بیرون میارید. اگه واقعا یعنی از این کوتاه فکری این آخونده آدم یعنی واقعا تعجب میکنه. از با عرض خسته نباشید خدمت استاد گرامی، حامی همیشگی ما، موحدان تازه موحد شده، ماشاءالله، کسانی که با سخنان شما، با فرمایشات شما، با الطاف شما، سلامت اول قبل از شما الله متعال هدایت شدیم و با دین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پیوستیم. خدا رو شکر خرافات رو کنار گذاشتیم. الله اکبر. بنده هم مثل همین دوست قبلی از کسانی هستم که اولین بار برنامه شما رو در شبکه های قدیمی می دیدم و با صحبت های شما آشنا شدم و خرافات رو الحمدلله کنار گذاشتم و بسیار خوشحالم امروز که در جمع برادران اهل سنت در فضای مجازی، چون اینجا در شهری که ما هستیم همه شیعه هستیم،
مردم عوام شیعه هستن و کسی نیست از برادران، نه مسجدی نه جایی، و ما در اصل میشه گفت فقط در فضای مجازی با جماعت هست. و الحمدلله حامیان ما امثال دکتر ملازاده هستن، کسانی که کسی هستیشون که روافض از آوردن اسمش میترسن. نمونش هم چند شب پیش بود که دیدیم آقای قزوینی میخکوب شده بود روی صندلیش و توانایی تکون خوردن رو نداشت. این از ضعف و زلالت و بدبختی این هاست که واقعا برازنده ی نام شبکشون زلالت هست. کسانی که به دختران بلوچ تهمت بزنن، به نوامیس ما تهمت بزنن، از دایره انسانیت خارج هستن. اما اگر اجازه بدید استاد، یک کوتاهی هم در مورد مسنجری که الان رو آنتنم بردید من یک دقیقه صحبت بکنم برای عزیزان. راحت باشه، وقت هستش. دوستان گرامی، برادران اهل سنت در ایران، افغانستان و تاجیکستان و هر جای دنیا که با زبان فارسی آشنایی دارید و با زبانهای دیگه مثل عربی آشنایی ندارید، مسنجری هست به نام پالتاک. اونجا رومی داریم، اتاقی داریم به نام اتاق صدای اهل سنت ایران، افغانستان و تاجیکستان. حتما تشریف بیارید اونجا، در کنار هم اینجا عقاید اهل سنت و سلف صالح بیان میشه، درس های توحید، درس های قرآن، در مورد قرائت قرآن، بحث شبهات، پاسخگویی به شبهات هست. میتونیم در کنار هم فضای مجازی داشته باشیم و با هم گفتگو کنیم و از دینمون، دین اسلام و عقیده اهل سنت و جماعت اونجا در کنار هم دفاع کنیم. وجود هدایت سلام علیکم وجود هدایت شده هم به برنامه ما صفای بیشتری میده. اما با وجود امثال شما ها بسیار بسیار شادمان میشید. شبکه جامعه بسیار سلامت باشید. بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشید. بفرمایید. شما اون ار هستید مستقیم. بفرمایید. ببخشید، من یه شیعه هستم، از استان خوزستان تماس میگیرم. لطف دارید. بفرمایید. عرض به حضورتون میخواستم بگم سلام و درود خدای بزرگ بر حضرت عمر، سلام و درود خدای بزرگ بر حضرت ابوبکر صدیق، سلام و درود خدای بزرگ بر ابوبکر صدیق، حضرت عثمان ذنورین، علی مرتضی. غیر از خام قرآنم خوندم، از راه قرآن اهل سنت شدم. یه چیزی هم بگم، من خودم شیعه هستم، سیدم هستم، که غیر از خودم که اهل سنت شدم، کل خانوادم هم اهل سنت شده. به غیر از اینم نزدیک 300 نفر رو یکتاپرست کردم. شما... به الله قسم. ولی دوست عزیز، الان شما فرمودید که شما شیعه 12 امامی هستید، منظورید کن بود که بودید سابقا یا؟ شیعه 12 امامی بودم. بودید. آها. بودم. بله. ولی خانواده من که کلن اهل سنت شدم 300 نفرم به الله قسم هم یک بارم کردم. ار شبکه جهانی وصال فارسی، بفرمایید شما که ار هستید. الو. سلام بر شما. سلام بر شما. بفرمایید. سلام باشید. بفرمایید. من برنامه شما رو کمو پیش همیشه نگاه میکنم. دیگه از برنامه تو تشکر میکنم. خواهش میکنم. برنامه خوبیه. خواهش ما خودم شیعه بودم. بودید؟ الان یعنی بری الان برنامه‌تون جالب بوده. متشکرم. فرمایشی دیگه هم متشکرم. شکرم. خدا نگهدار. سلام ایسرگان خواهد. سلام باشید. سلامت باشید. بفرمایید دوست عزیز. من مهدی هستم از شیراز زنگ میزنم. خیلی خوشحالم که شما که شما گرفتن. میخواستم بگم که بتونم هم که خیلی من خودم تو خطبه هایی که تو مساجد میگفتم خیلی وقتا خود ائمه میگفتن که خود همین روحانیون میگفتن که امام علی خودش از این که امامت رو قبول بکنه امتناع میکردن و میگفتن که حتی 3 روز در خونهشون ملت نشستن، گفتن که آقا امامت رو خلیفه و جانشینی رو پیغمبر رو قبول بکن، ولی ایشون قبول نمی کردن و حتی گفتن که امامت و
اختلافات بر شما از زندگی کفشی که من دارم بی ارزش تره. عجب. میخواستم این را خدمتون که عرض کنم، قصدشون اینجا یه دین جدید تو کشور ما هست و میخوان که کلن یه جوری خدمت شما که عرض کنم یه دین جدید رو درست بکنم. خدمتون که عرض کنم من بارها تو خطبه‌های روحانی در مساجد شنفتم که خودشون میگفتن که ما اینقدر مردم هجوم آوردن که نزدیک بود حسن و حسین هم زیر دست پای مردم له بشه. نه نه، حالا شما خودتونم چون واقعا چیه بودید میدونستید که اینجور صحبتی رو تو مساجد زیاد میشه. ما از این مزهکتر هم شنیدم بنده دوست عزیز. بذارید حالا من به شما از خاطرات بنده بگم. زمانی که من شیعه بودم یه با یه آخوند که اخیراً کلیپی رو پیدا کردم، پناهیان، آخوند پناهیان که همین حرف رو تکرار میکنه. زمانی که بنده هم شیعه بودم 2002 میلادی بود فکر کنم، اون زمانی که من این حرفی که الان براتون بیان میکنم شنیدم، به ما اینطوری میگفتن، گفتن نه ببینید مردم شایسته لایق این نبودن که این امامت علی ابن ابی طالب براشون امام باشه، لایقش نبودن. مردم علی رو از این زاویه میدیدن، از زاویه اینی که علی ابن ابی طالب خلیفه است فوقش. نه، علی اینو نمیپذیره. یعنی از این ببینید، یعنی از این اراجیف و اکاذیب میگن که واقعا آدم باید مست حیدر پرست باشه که آدم این حرف رو قبول بکنه. واقعا عاقل به خودش میگه که آخه پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم مگه کی قبولش کرد در ابتدا؟ چقدر شکنجهش کردن؟ چقدر اذیتش کردن؟ پیغمبر اومد گفتش که نه، من نمیخوام، این برای من نیست. اینه. نه، به صحت رسول الله باید بیان بکنه. یه مدتی خداوند بهش اجازه نداد، بعدش علنی دعوت کرد. بله. من خدمتی که از طرف شیراز که ما یه مسجد اهل‌سنت نداریم. بله. جناب آقای مکارم شیرازی، جناب آقای مکارم شیرازی کنار مسجد اهل‌سنت. خب. یه حوزه علمیه هفت طبقه زده برای لج لجواز به نظر من این کارو کرد. سبحان. یعنی کنار مسجد اهل‌سنت تو شیراز اومده یه مسجد، یه حوزه علمیه مولا الموحدین درست کرده. هفت طبقه. شما شیعه هستی دوست عزیز؟ ببخشید سوال میکنم ها، ولی شما شیعه هستی؟ شیعه بودید؟ اهل سنت هست؟ من شیعه بودم، الان یه دو سال هست که به دین اسلام مشرف شدم. الله اکبر. من شیعه هم نبودم. متاسفانه بسیاری از هموطنان ما گرفتار این چنان دست آخونده. طبیعیه، بله. اینجا هم میتونه در خارج هم زنده باشید. اینایی که اینجا دم از علی و حسن و حسین و اینا میزنن همش علی، که من سنی شدم، من 4 ماه اومدم تصنع شدم، خیلی هم خوشحالم. الحمدلله. خیلی هم خوشحالم. من دادگستری کار میکردم، دادگستری بندرعباس کار میکردم سال 85. خیلی ها از کارمندای دادگستری رو بازداشت کردم، من هم جزشون بودم و اینا. عجب. بعد اینایی که دم از علی و حسن و حسین میزنن، اگه واقعا علی رو دوست داشتن، حسن رو دوست داشتن، حسین رو دوست داشتن، بلایی که سر ماها بودن. 42 روز تو اطلاعات فقط بازداشت بودم. خیلی بودیم، ما خیلی زیاد بودیم، کارمنده دادگستری هرمز، کارمندای نیرو انتظامی بودن و بانک ها گرفتنمون و من فقط 42 روز تو اطلاعات بودم. 5 ماه و 12 روز تو زندان بندرعباس بودم، قبل ایدن که گفتم زندان زاهدان بودم و اینا. اگه واقعا پیرو به علی هم که فقط اسمشو میگن، علی، علی تقی، حسن، حسین، اینا اسمیه فقط ها. من خانمم ازم جدا کردن، بچه‌مو گرفتن، آبرومو بردن، اخراجم کردن. خداوند بهتون عوض خواهد داد. میدن از زندگی. خداوند بهتون عوض خواهد داد، مطمئن باشید. نگو اینجوری، نگو آقا عزم. آقا دوستو میخوام بکشم، بیاد بکشم. نه عزم، ما شهید کم نداریم عزم. ببین ما شهید کم نداریم. ادو شود سبب خیر گر خدا خواهد. شاید همین ها باعث شدند که شما راه درست پیدا کنید. خرافات تشیع و شرک هاشو بذاری کنار، به سوی قرآن بیایید و هر چقدر انسان ایمانش قوی تر باشه، ابتلاعات و امتحاناتش قوی تر میشه. خداوند امتحاناتشو با شما آسان کنه و مشکلات شما رو حل کنه. خیلی سخته که انسان زن و بچه هاش از دست بده، خیلی خیلی سخته.
ولی طبیعت این زندگی اینطوریه. لقد خلقنا الانسان في كبد، ما انسانو برای رنج و مشقت آفرید. منده از بخصوص بخصوص از شیعیان موحد شده خواستارم همیشه با کارت زنگ بزنم. اینها از شیعیان هدایت شده چنان بغضی در دل دارن که حتی از سنیان بیشتر. ولذا خواهش میکنم که احتیاطو از دست ندید، با کارت زنگ بزنید و برای اینها نتونه بهتون آسیب برسون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. جناب علی؟ سعید هستم از ایران، بایمشم. آقای سعید از ایران، در خدمت شما هستم، بفرمایید. آقای ملاقاته، من شیعه هدایت شده هستم. الله اکبر، خدا من هم سال شما رو بیشتر کنه. با هم از به یک ساله که اسلام واقعی رو شناختم، خیلی خوشحال شدم. توی این یک سال خیلی چیزا از شما یاد گرفتم. خدا شما رو سرفراز کنه و روز به روز تایید کنه. خسته نباشید، دستتون در نکنه از این برنامه قشنگ شما. سلامت باشید، خواهش میکنم. میخواستم بگم که حقیقتاً یه مقدار داره به اعراب خوزستان واقعا زود میشه. مثلا یه نمونهش، وقتی میخواییم بریم شرکت نفت یا شرکت ملیح افوالی اسمونو بنویسیم یا مثلا ثبت نام کنیم اونجا کار کنیم، به محض اینکه میفهمن ما عربیم، به محض اینکه میفهمن عرب خوزستانی اهوازی هستیم، ثبت نام نمی کنن، یعنی که نمیذارن ما کار بکنیم. یا خیلی زود ماه دیگه اصلا ما رو خفه کردن. حقیقتا جدیدم هم من به جمع شما پیوستم و میخواستم بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. الله تقبل یا رب، خدا قبول کنه، خدا توفیقتون بده. مرسی، تشکر از برنامه قشنگتون. زنده باشین. جانم. سلام بر شما، بفرمایید. جناب آقای دکتر، من از ایران مزاحم میشم. مراحم هستید، خواهش میکنم، بفرمایید. من دو ماهی از برکت برنامه شما موحد شدم. الله اکبر. اسمم مهدیه. ماشاءالله، خدا توفیقتون بده. الان مهدی هستی؟ نه نه نه، مهدی یعنی هدایت شده. شما الان که خرافات رها کردید مهدی هستی، مهدی حقیقی الان هستید. من واقعا قبلا واقعا مشرک بودم. الله اکبر. ولی از برکت برنامه شما الان موحد شدم. سلامت باشید. ازتون ممنونم. قربان شما. سلامت باشید. خدا حفظ. برای امام ملت ایران کلا. زنده باشین. قربان شما. برادران شیعم، یعنی کل خانواده هم الان ما موحد شدیم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. نه خواهش میکنم. خوش وقتیم خیلی. خیلی ممنون. سلامت باشین. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. خیلی خوش وقتم که اولین تلفن امروز هم یک هدایت شده پاکستانی در یک هدایت شده شیعه افغانی در پاکستان هم. جانم بفرمی. حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم، زنده باشید. حال شما خوبه؟ شما رو خدا قوت بده. من جواد هستم از پاکستان، شیعه هستم. از برنامه خوب شما یک دنیا تشکر، ممنون میکنم. سلامت باشید آقای جواد شیعه از پاکستان، خیلی خوش آمدید. ولی من میدونم عقل را پیدا کردم. خدا را شکر. عقل پیدا کردم که اینا همهش دروغ میگفتن برای ما. یعنی یک عمر ما را با دروغ، الله ما فتنه ما را بازی دادن، فقط سر ما کلا گذاشتن. الله اکبر، الله اکبر، خدا برکت بده. ممنون. سلامت باشید. از شبکه ویتال، از کارکنان شبکه ویتال تشکری میکنم. سلامت باشید، خدا حفظتون کنم. زنده باشید. عمر طولانی برای شما میخواییم، ما شما را دعا میکنیم موفق باشید. قربان شما. این فارسی قشنگ از کجا یاد گرفتید؟ من افغانی هستم. آها، درست درست. افغانی هستین، شیعه بودین، سنی شدید؟ دیگه خاطری که پیدا کردم دیدم دروغ می اینا همش. بله، خدا توفیقت بده. خدا توفیق. بله بله. سلامت باشی.
یک داد شده شیعه افغانی در پاکستان بود و الان هم یک هدایت شده شیعه ایرانی است. خداوند اینها رو روز به روز بیشتر کنه. برای ما سودی و ضرری نمیرسونه. ایشون میخواد به غلو و شرک خودش بمونه یا موحد باشه، لیکن به خودش خیلی فایده میرسونه که موحد باشه و خیلی ضرر میرسونه که درباره علی یا غیر علی غلو و افراط بکنه مثل باقی شیعه. آقای ملازاده، میخواستم راجع به این بگم که من که تو ایران بودیم چقدر این آخونده دروغ گوهن. بله این چقدر دروغ میگن. این دلالت ولی الحمدلله به شکرانه خداوند، به شکرانه خداوند ما آقای ایران تا حالا آماری که به ما رسوندن نزدیک به 500,000 نفر ما سنی شدیم. الله اکبر. بازگشت به خیشتن شدیم آقا. این جشنه. اونا ظلم کردن، اونا ظلم میکنن. آقا یک دختر عربی دکتراشو گرفته بهش میگن برو با یه فارسی ازدواج کن، بهش نمیگن این فارس نماز میخونه، نماز نمیخونه، فقط فارس باشه تا ما مدرک دکتراتو بهت بدیم. پسر عربی تو تهران میگه مدرک لیسانس رو میگرفتن، میگه برو با یه دختر تهرانی، یه دختر فارس ازدواج کن تا مدرک بهت بدیم. کجای اینا اسلامه؟ اینا اسلام آبروی اسلام بود. اینا مجوس هم در لباس تشیع، ساسانی هم در لباس تشیع. بابا اینا همش دروغه. خیلی ممنونت آقای ملازاده، زحمت میکشی. با امید اون روزیست که یک شیعه تو دنیا نمونه. نه برعکس، با امید اون روزی که همه نه آقا اینا با امید اون روزی که همه شیعیان میشن شیعیان علی به جای شیعیان ابن سبا. شیعیان علی نیستن، اینا شیعیان عبدالله ابن سبا، سبای یهودی. بله ولی مؤلف کتاب اینو کلینی، کلینی یعقوب ابن اسحاق کلینی یهودی. کلینی هم کلیمی بوده. خیلی متشکرم. بله یهودی بود. ما فارسا به کلیمی میگیم یا یهودی میگیم کلیمی. خیلی متشکرم. کلینی یهودی بوده. ما نمیگیم یهودی، تو ایران میگیم کلیمی. بله. نه میشون اینا پیرو اینن. صفویا مثلا آقای از میخوام یک بحثی از کتاب آقای چیز مجلسی بخونن آقایون که بوده. اینا رو این مذهب، این آخوندها در کمند خود نگه داشتن، شکارشون کردن، بیدار کردنشون از راه قرآن بهترین راهه و دلها دست خداست. وظیفه ما تبلیغ است. باید انسانو از دید خودش و کتاب خودش نابود بکن. نه ما نمیخوام نابود بشن، ما میخوام روشن بشن. در کتاب تحفة المتقین مجلسی، معذرت میخوام، با عرض معذرت از کل شنونده، مجلسی یک شیاد بود مثل خمینی، یک دجال بود مثل خمینی، مثل کلینی. ما فکر کنیم به جای نابودی دیگران اونها رو به روشنایی بکشیم. شیعیانی که امروز غرق در منجراب شرک و کفر و فضاحت و رسوایی این مکتب شوم هستن، اینها برادران دیروزی سنی ما شما هستن. 500 سال پیش همه اینا سنی بودن تو ایران. راهش اینه و اصلشون بازگردن، به کتاب خدا بازگردن، به سنت رسول الله بازگردن. این یک مسئله فراماسوری رو که با سابقا اسمش باطنیه بود، امروز اسمش شیعه شده، با عقل و منطق بسنجن. سلام علیکم، بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم، خواستم باهاتون صحبت کنم. من خیلی دوست دارم با شما صحبت کنم آقای ملازاده. خواستم بهتون بگم که من 2 ساله با یه مردی ازدواج کردم که اهل تسننونه. بله. بعد خودم هم راستش به این دین برگشتم، با خانواده‌ام هم خیلی مشکل دارم به خاطر این، چون دورم، اصلا جواب تلفنمو نمیدن، با هم صحبت هم حتی نمی‌کنن. درست، اون مشکلی نیست. همین که شما نتونن ضربه بزنن، تونن اذیت بکنن، این مشکلی نیست. ان شاء الله خداوند شما رو وسیله هدایت خود اونها قرار بده. خیلی متشکرم از شما. خیلی مرسی، خیلی ممنون که با من صحبت کردید. سلامت باشید. خواهش می‌کنم این تلویزیون برای خودتونه، بخصوص برای هدایت شدگان، از برادران، از خواهران و ارج بسیار بسیار بزرگی قائلیم. هر موقع حرفی داشتید تشویقی زنگ بزنید. التماس دعا برامون، دعا کنید آقای. ان شاء الله خداوند مشکلاتتون رو حل کنه و روز به روز موفقترتون بکنه. برنامه ما رو از کی گوش میکنید؟ من 2 ساله که با شوهرم
ازدواج کردم اون برنامه شما رو نگاه میکرد، منم تشویق کرد که نگاه کنم، خیلی خوشم اومد. خدا خیرش بده، خدا شوهر شما رو مبارک بگردانه و فرزندان صالح عطاتون کنه. مرسی، خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. برامون دعا کنید. امید خدا، خدا من قربت شما رو به قربت خودش مبدل کنه. جوانی است که دینش را، عقیده اش را، اندیشه اش را خودش انتخاب کرده، بدور از تأثیر محیط، بدور از تأثیر خانواده. و امیدوارم که خداوند آقای سلطان را که اصالتا ایرانی است مناره هدایتی برای جوانان ایران بگردونه. همچنان که در قبل هم شما سابقه دارید آقای حسن شمرانی که برنامه داشت و امیدوارم که برنامه هاشم دوباره شروع بشه. قبلا نمیدونستم اسلام چی بود و بعد از یه مدتی که شروع کردم خوندن فهمیدم که اسلام اون اسلامی نیست که مردم به من گفته بودن و فهمیدم که اسلام خدا، فقط بعد خدا رو بپرسیم و بعد به شریک نداره الله. و بعد از مدت یک سال فهمیدم که همه خرافات و چیزایی که به من یاد داده بودن این اشتباه بود. الحمدلله الله سبحانه وتعالی منو هدایت داد انشاءالله به دین صراط المستقیم و دین اسلام. من خیلی وقتم از که برنامه ها شما رو بدعا بکنم، از تمام این برنامه ها شما یه چیزی یاد گرفتم، یه دیارتی از درستان میدنم بیرون فقط تنها چیزی که میگم یا خدا را به امید تو، نه امید علی، نه امید عمر، نه امید عثمان، نه امید احسن، به امید خدا را بود. شما چی هستی؟ بله بله بفرمایید استاد. بله ظاهرا سلام شیعه من کنم من توی کنم کسایی هستم که یه وقتایی زنگ زدم به آقای ملازاده خب و یه وقتایی جسارت هم میکردم خدمتشون، اگه چیزی نشون با من بگید شهر نه هیچ اشکال نه، ایشون اتفاقا اگه الان شما رو میشنید نه دوست عزیز باور کنید، بدونید هر چقدر جسارت شما به ایشون کرده باشید، به حتی به صحابه کرده باشید به عنوان زمانی که این شیعه تندرو بودید، دین مبین اسلام زیبایش این استش همه گناه های شما تبدیل میشه به حسنه، همه گناه شما، یعنی ولی اینی که هم جسارت کرده باشید الان که دست برداشتید از اینها و اینم نه به خدای دکتر مولانه، نه چیزی به سود شما، نه چیزی به شما میرسه نه به ما، شما بیایید هدایت بشید، موحد بشید، این کفریات آخوندها رو بگذارید کنار، چی به ما چی میرسه؟ ما اینجا کوچکترین استودیو عالم رو داریم، اتاق فرمون این شبکه خدا شاهده تنها شبکه من اینجا در لندن شهر بزرگیه، من استودیوهای مختلف دیدم، مثلا استودیوهای مثلا ایرانی های مهاجر از ایران، استودیوهای فرهنگی، شبکه های فرهنگی، اما همچین چیزی رو من تو عمرم ندیدم که یه اتاق به این کوچیکی و اتاق فرمون در دست خود مجری، یعنی ما کمترین امکانات رو داریم، هیچ سودی به ما نمیرسه، شما حالا بیه بوهر بشید نه الا یه سودی که شادی در دل ما، بنده خودم شیعه‌زاده هستم، یعنی من صدای شما رو میشنوم و شما میگید که بله خب این حرف همه معقوله، اهابیت و اینا همه این مترسگا رو درست کردن که مردم رو بترسونن. بفرمایید کاری داری که خدا کارت رو راه میندازه. من چند تصادف کردم و هر طرف خوب برای اولین بار در اومدم گفتم خدایا به فریادم هیچ وقت نگفت، خیلی شرط گفتم یا ابوالفضل یا حسین یا حسن یا نمیدونم چی، ولی هنان فقط به این نتیجه من رسیدم، مردم ایرانم باید به این نتیجه برسن. اکر آقا زیاد خودتون اذیت نکنید، مردم ایران ظاهرا شیعه متوجه میشین دیگه، فهمیدن که دروغ این کامل بستم میدونین نستاز هزار عراض چیزی با فهمیدنی دور با تدیگان کنم، خیلی دوست دارم با هم چیرین خواهش بکنیم، ما در خدمت شما هستیم، خدا نگهدار. من نمیخوام صحبت بکنم، من استاد خالد انصاری شیعه زاده هستم، تشریح رو ترک کردم و
یعنی استاد هستن در رد تشریع خودش خیلی حرف بده. در شبکه کلمه استاد سجودی و بسیاری از اساتید دیگر همین دار و این هستش که بسیاری از مفکران و دانشجویان و علمای شیعه بیدار میشن و این مسئله ترد بود. دکتر مظفریان یک جراح شیرازی بود، من از زمان شاه میشناختمش، خدا رحمتش کنه. مردی بود بسیار فاضل و سنی شده بود، در زمان شاه سنی شده بود. مسجدی درست کرد در عرض به خدمت شما. بعد از این انقلاب گرفتنش چنان شکنجهش کردن، چنان اتهاماتی بهش دادن که حد نداره و همه اونایی که سنی شدن در همین برنامه ده ها نفر صد ها نفر صدا شما نمیشنوید دوباره. آقای موسی رضا کجا را، خانم حسینی کجا را و صد ها نفر دیگه. عزیزانی که داخل کشور هستن، این ادعای بنده است، این دروغه که بیدینی رایج در میان ملت شیعه ایران. چرا؟ دین دینه بنده. احسن، دقیقا. سکولاریست، زرتشت، مسیحی، دو راه هستش، یا بیدینی یا بیدینی یا بددینی یا موحد شدن. رافضیگری تاریخش گذشت، یعنی باطل شد. الو جانم بفرمایید. آقای نشابوری بفرمایید. حالتون خوبه؟ سلامت، این شبتون بخیر. سلامت باشید، آباد شما بخیر. استاد میخواستم بگم برای این نایی که میان زیارت امام رضا، بله، از نیشابور تا مشهد و حرم امام رضا حدود 120 کیلومتر راهه. بله. 20 کیلومتر که از نیشابور میری بیرون یه جای درست کردن به اسم قدمگاه، یه رد پای رو سنگ گذاشتن کندن اینو، این قدم امام رضاست. میرن اونجا سجده میکنن، میرن قربانی میکنن، میرن میبوسن، میرن به درخت های اونجا. یه منطقه آب و هوای خیلی خوبی هم داره، چشمه و همه چیز. میگن این چشمه هم از برکت امام رضاست، که اگه همونجا رو برن هر جاشو بکنن، حدودا اینجوری بهتون میگم هم نیم متر بکنن آب میاد. خب کوهستانی منطقه، کوهستانی رودخونه اونجا، این اصلا درختاش هم همه رو نگاه میکنه، همه اومدن پارچه بستن. باز از اون طرف نزدیکی حرم امام رضا تا خیابون مشهد، خیابون پنج را خیابون وحدت برن نگاه کنن. مردم آی شیعیان برین ببینین مسجد مسلمانان اهل سنت، ببینین چجوریه. چهار تا حیات ملک شخصیشون رو برداشتن، صفای خونه هاشون رو برداشتن، دیواراشون رو برداشتن، چهار تا ایرانی تو نمیدونم حلب و اینا زدن شده مسجد جامعشون، که نصفشون هم وسط خیابون میان برای نماز روز جمعهشون. ولی تو همون کوچه که معروف به کوچه دادگستری دو تا حسینیه زدن بزرگ، چهار طبقه پنج طبقه برای خودشون. این بعد به خاطر همین چهار تا حیات یه خونه رو خریدن و اونو گرفتن و دیدن 100 متره، اومدن فضای سبز کردن، چهار تا هم صندلی آوردن گذاشتن. میگن این منطقه تا اون بر مسجد اینا کلن همش باید بشه فضای سبز، جز فضای سبز شهرداری شده. و الان میدونم اونجا چند وقت دیگه به مشکل میخورن، مثل مسجد شیخ فیض. و مسجد شیخ فیض در ابتدا همین کار کردن، فضای سبز، بعد کلشو ویران کردن. الان به اسم فضای سبز استاد دارن همچین برنامه رو اونجا اجرا میکنن. آی مسلمان ها، آی شیعیان، برین ببینین، برین نگاه کنین، برین پیدا کنین. والا بلا حقیقت، منم مثل شما بودم. من از نیشابور پیاده میرفتیم به مشهد، پیاده میرفتیم. ولی الان شرمساریم، الان در راه خدا میگیم خدای ما رو ببخش، ما اشتباه کردیم. چرا؟ چون داریم میبینیم، میگیم اگه حضرت علی ایشون جانشین پیغمبر بود، پیغمبر نباید ایشون رو در بستر خودش میخوابون که خودش بره تو قار با عبیبه. خب عبیبه رو در جای خودش میخوابون، چرا اونو برد تو قار و اینو در بستر خوابون؟ و چرا رفتن اونجا بازم نتونستن به از خودشون دفاع کنن؟ بازم به خواست الله بود. الله خواست با یک حشره کوچکش، با یک دونه پرندش اینا رو از مرگ نجات بده، وگرنه بازم خودشون نتونستن.
این همه دست الله، الله میتونه هر کاری خواسته باشه دستمونه و منم به لطف شبکه شما، به لطف شبکه کلمه، خدا بارد. خدا قبول کنه. این تموم خرافیات رو گذاشتیم کنار، تا حتی بچه کوچیکم که اون شب اشدن گفت واقعا مادرم اینجا گریه میکرد. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی خوشحال شدیم، خیلی خلاصه ببخشیم میترسم نگردیم بیشتر صحبت کنم. خواهش میکنم، زنده باشید. شبتون بخیر، انشاءالله که سلامت و خوش باشید. یعنی شما هیچ دشمنی با اهل بیت ندارید؟ یعنی شما اونا رو قول معروف دشمنان آقا من دشمنان اهل بیت لعنت میکنم. ما دشمنی داریم؟ ما دشمنان اهل بیت لعنت میکنیم، اگر که لعنت جزء دین ما نیست. ما اهل بیت از خودمون میدونیم. ما میگیم اهل بیت همشون اهل سنت بودن، یک نفرشون شیعه نبوده. یک نفر از اهل بیت، از امام علی علیه السلام تا امام حسن عسکری، یک نفرشون عقیده شیعیانو نداشته، نه به امامت معتقد بوده، نه به عصمت، نه به ولایت. همه اون چرا که شیعه داشت امروزه داره اهل بیت نداشتن. حاضرم این موضوع رو با هر مرجعی از مراجع شیعه مناظره بکنم. هیچ کدوم از اهل بیت پیغمبر، از امام علی تا امام حسن عسکری علیه السلام، عقیده شیعیانو نداشتن. دشمنی با اونها آقا ما چطور ممکنه باشون دشمنی داشته باشیم که بر نماز برشون درود میفرستیم؟ لیکن شیعه معنی اهل بیت رو تحریف کرده، همچون که معنی بقیه دین رو تحریف کرده. اهل بیت 12 نفر نیستن، اهل بیت فقط 16 نفر نیستن، اهل بیت 14 معصوم نیستن، اهل بیت همه اهل بیت پیغمبران. یک رحمت وسیع رو تنگ کردن، یک دریا رو جویبار کردن، یک تحریفه. ما مکلفیم اهل بیت رو دوست داشته باشیم، مکلفیم بر اونها بر نماز درود بفرستیم. چرا؟ به خاطر محمد علیه السلام، نه به خاطر جمال رویشون. ما مکلفیم که اصحاب پیغمبر رو دوست داشته باشیم به خاطر محمد صلی الله علیه وسلم. اگر گوش عزیزه، گوشواره عزیزه. اگر محمد آیا این تصویری که شیعه، تصویری که شیعه از پیغمبر داده، این چه پیغمبریه؟ نعوذ بالله، خاکم بدهن. این چه پیغمبریه که همسرانشو نتونست تربیت کنه، شاگردانشو نتونست تربیت کنه؟ این چونی پیغمبری رو اصلا ولش کن، بره پیکارش بهتره. این تصویری که شیعه از پیغمبر داده، در صورتی که واقعیت چنین نیست، در صورتی که به خدا قسم امروز کافران قبل از مسلمانان میشنند که محمد بزرگترین مربی بشریت بوده، محمد مربی بوده که جهان نصفشون به خود ندیده. چطوری مربی نتونسته همسرشو تربیت کنه؟ چطوری مربی نتونسته شاگردانشو تربیت کنه؟ شیعه چی تصویری از پیغمبر داده؟ با این تصویری که شیعه از پیغمبر داده، آیا این پیغمبر قابل اسوه بودنه؟ این پیغمبر قابل اینه که انسان بهش بگه من ازش اطاعت میکنم؟ قطعا نه. ولی شیعه امروز تصویر پیغمبر خراب کرده، تصویر اهل بیت خراب کرده. لیکن عموم شیعه این چیزا رو نمیدونه. عموم شیعه ایمان پاک داره. عموم شیعه فکر میکنه که بعد اهل بیت پیغمبر ظلم شده. اما تصویر کلی رو نگاه کنید. امروز آیا یک نفر شیعه هست که به اسم همسران پیغمبر، همچنان که علی، همچنان که حسن، همچنان که حسین، همچنان که جعفر صادق، این کار دختران خوشون اسمشون عایشه میذارن، یه شیعه میذاره؟ نه. پس تشیع عوض شده، اهل بیت عوض نشدن، تاریخ عوض نشده، پیغمبر عوض نشده. این تشیع به عنوان یک حزب سیاسی عوض شده، 5 مرتبه تغییر کرده. مشکل اینجاست. بفرمایید. چی بتون بگم؟ شما حرفاتون منطقی هستن، من جواب ندارم برای حرفاتون. به یه چیزی که میمونه، یعنی ما در کشوری زندگی کردیم، در کشوری زندگی میکنیم که نه کتابی داریم، نه عالمی داریم، نه چیزی داریم که این حرفا رو به ما برسونه. تو یعنی مثلا 2-3 سال دیگه، 2-3 سالی که گذشته. عزیز من، اگر شما این حرفو قبل از این میزدید عذر داشتید، اگر این حرفو قبل از 5-6 سال میزدید شاید عذری داشتید. امروز دنیا یه قریه شده، امروز کافران فوج مسلمان میشن. شیعه امروز حق نداره این حرفو بزنه. امروز اینترنت در خونه شماست، تلویزیون در خونه شماست. فقط کافیه اون کینه ای را که ملایان شیعه بین سنی و شیعه گذاشتن کنار بذارید، با عنوان یک انسان آزاد فکر کنی. شما اصلا فکر کنی شیعه نیستی، سنی نیستی، اصلا مسلمان نیستی، یک انسان آزادی. به خدا قسم یه لحظه فکر کنی خدا به طرف خودت تو رو میکشه. با این انسان من در شما سراغ دارم. امروز کتاب آزاد میتونی با یک فیلتر شکن صدها کتاب پیدا کنی. یه فیلتر شکن بردار رو سایت عقیده، 1000 خورده کتاب هست که همش در ایران ممنوعه. آقا کتابای برقعی رو بخون، کتابای قلمداران بخون، اینا همه شیعه‌ان.
آقای برغی نوه امام رضاست، نوه سیوم امام رضاست، مرجع تقلیده، بلکه یکی از بزرگترین مرجع تقلیده، حدود 500 کتاب نوشته، همه مراجع شیعه را دعوت کرد به این مباهله کنه، همه ازش ترسیدن، خمینی ازش ترسید، خویی ازش ترسید، گلپایگانی ازش ترسید، سیستانی از اون موقع سیستانی که اصلا مرجع نبود. توجه میکنی؟ خب انسان باید محقق باشه. خداوند چرا به من شما چشم داده، گوش داده، عقل داده، هوش داده؟ با این انصاف یک من از جناب علی سراغ دارم. روز قیامت خداوند از من شما سوال میکنه که آقا من پیغمبر فرستادم، حرفشو گوش کردید یا گوش نکردید؟ آقا فلانی نذاشته، من در محیط تنگ بودم. یعنی چی؟ حتی قرآن میگه اگر شما در زمینی که نتونستی آزادانه عبادت کنی، تو هجر فی سبیل الله، این ارضی واسعه، زمین من وسیع بوده، چرا هجرت نکردی؟ بنده اومدم ایران، چند سالی نشستم، دیدم قابل زندگی نیست، گفتم هجرت کنم. درست در هجرت سخته، ولی ببین خدا را چه نعمتی داد. زمین خدا واسعه. مهم اینه که انسان به حقیقت برسه، مهم اینه که به عشق خودش برسه، مهم اینه که به خدای خودش برسه، مهم اینه که وجدانش راحت باشه، مهم اینه که به جنت بره، مهم اینه که به بهشت بره. این مهمه. بفرمایید. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. وأشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. الحمد لله. أشهد الحمد لله ربي. اللهم تقبل يا رب. اللهم تقبل يا رب. أي خدايا ازش بفزير. أي خدايا ازش بفزير. أي خدايا دلش را صاف کن. أي خدايا دلش را پر از نور ایمان بگردان، دلش را پر از نور قرآن بگردان. ای خدایا دلش را پر از محبت یاران پیغمبر، اهل بیت پیغمبر، همسران پیغمبر، صدر اسلام بگردان. ای بار خدایا ایشان را و بقیه مصطفیان را کینها بغضها را از دلشون در بیار، نور توحید را در دلشون روشن بگردان. ای خدایا او را مشعل هدایتی برای قوم خودش بگردان، مشعل هدایتی برای خانواده خودش بگردان. روز بروز به قرآن و سنت نزدیکترش کن، روز بروز به توحید نزدیکترش کن. الان که شما حقیقت شناختید، مسئولیتتون بیشتر شد. الان مسئولیت دعوت دیگران به در این راه مهم دعوت کنید. رضا پیامبر خدا می فرمایند اگر یک آیه رو شنیدی از من به دیگران برسون. بهترین کار در دنیا اخراج مردم از شرک و بدعت و زلالت و جهنم به سوی توحید و قرآن و سنت و جنت، بهترین کار. و رضا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرماید ای علی، اگر یک انسان به وسیله تو هدایت بشه از دنیا و مافیها برات بهتر. لیکن بر علمتون بیفزایید، بر دینتون بیفزایید. پیامبر اکرم میفرمایند او پیغمبر خداست، وحی بهش نازل میشه، در ارتباط با وحی، سرور بشر، حبیب حق و سرور خلق. میفرماید اگر یک روز بر دانش من اضافه نشه اون روز بر من مبارک نیست. ورزا با شنیدن این برنامه ها به خصوص تفسیر قرآن روزی یک ساعته بر دین خود و بر ایمان خود و بر اندیشه خود بیفزایید. و از شبزای توحیدی همهشون برنامهشون مفیده. لیکن بدون برادر ارجمند، به مجرد این که انسان پا رو در راه ایمان میذاره امتحانات بیشتر میشه، و به هر اندازه که انسان ایمانش قوی تر باشه امتحاناتش سخت تره، برای که طلای آب دیده بشه. خداوند مشکلات شما رو کمتر کنه و شما رو سلامت ایمان و قدرت بیان و علم با عمل نصیب کنید. شما و امثال شما رو سرمشق و الگوی هدایت و دعوت برای شهرتون و کشورتون گردانه، و شر خونریزان ولایت و خوناشامان امامت و دجالان امام تراش و باندهای فراماسونی حوزویه و حاکم بر کشور نجات بده. اونها را به جان هم بندازه و شرشون را از کشور ما بردار. الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله الحمد